بینندگان ارجمند، سلام، وقتتان بخیر. به صبح زندگی بار دیگر خوش آمدید. یک عده از وطندارا شکایت داشتن و یا می رنجیدن بابت ای که یک زیرزمینی در تمام کابل داشتیم. اگر اقسم بگویم که یک زیرزمینی ما در سطح افغانستان داشتیم و این زیرزمینی هم به مخروبه مبدل شده و تخریب شده و خراب شده، بالاخره از زیرزمینی هم رهایی یافتیم و یا ایست که به زیرزمینی شد شهر کابل. به خاطر از این که تشویش از اونا رفع شوه، امروز ما آمدم به یک بخش یا به یکی از دهلیزهای زیرزمینی داخل شدیم امی لحظه و شما هم میبینین که خود زینه ها را درست از تخریب کردن، سنگایش ورداشتن، پس کردن. همون قسم دیوارا هم تا دو سه هفته پیشتر که شما اگر عکس هایش را از طریق صفحات مجازی یا رسانه های اجتماعی دنبال کردین و دیدین که به شکل مخروبه مبدل شده بود، اما امروز خوشبختانه ما سر زدیم آمدیم به یک بخش از زیرزمینی. میبینین که کاشی های خیلی ستره و مقبول گرفته شده و کارهای ابتدایی همچنان انجام شده و ما باورمند هستم که تا روزهای بعد که ما بازم بیاییم و از اینجا گزارش تهیه بکنیم، زینه ها همچنان ساخته میشه و نلا یا کاتراهایی که در بغل زیرزمینی از دیر زمان امو فلز قویه که در ابتدا ساخته شده بود و نصب شده بود، شاید رنگ شوه و یا شاید پاکاری شوه و زیرزمینی به گونه مفشنش یک بار دیگر به دسترس شهروندان ما قرار میگیره و مردم میتونن که از اینجا استفاده بکنن. هم به خاطر یک فکر میکنم که برای وضعی که از زیرزمینی استفاده میکنن، به خاطر از اینکه روی جاده های عمومی، روی جاده هایی که بر موترها و بایسکل ها یا وسایل نقلیه استفاده میشه، هم جلوگیری میشه از استفاده شدن سرک ها به خاطر پیاده روی و هم لذت خاص خود داره وقتی که از زیرزمینی از فضای آرام مردم میتونه رفت آمد بکنه. و تعداد مردم و شهروندان ما به این باور هستند که یک بار اگر بر بار دیگه ساخت همیشه زیرزمینی و مورد استفاده مردم قرار میگیره، شاروالی کابل تلاش بکنن که باز برای دست فروش ها اجازه نتن که داخل زیرزمینی را بند بسازن و حداقل نتونه پیاده رویان بکنه کسی. مگر شما باور داشته باشین همان گونه که پارک شهر نو ساخته شده و در اونجا بازسازی شدید جریان داره به خاطر سرسبزی پارک شهر نو و به خاطر آبادانی بهترش، به خاطر بهبود و زیبایی خود زیرزمینی همچنان کار صورت خواهد گرفت. و یک زمان اینجا روزنامه فروشی بیهقی بود، آن روزنامه فروشی بیهقی نیز به هر بخش از شهر کابل یک زمانی که شما می رفتین حتما اونجا غرفه های از روزنامه فروشی ها بود که روزنامه های دولتی و غیر دولتی و شخصی از شرکت ها همش به فروش می رسید. امروز وقت ببینین 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 روزنامه، 13 نهی که فکر می کنم 11 روزنامه است و جنتری همچنان اینجا گذاشتن. در تمام سطح کابل وقت شما می گردین فکر می کنم اینم یک جایی باقی مانده باشه که در اینجا روزنامه فروخته می شده. نمیشه خاطرتان از این نگاه جمع باشه و جمع باشم. کمی پیشتر میریم، شما این سنگ فرش ها رو ببینین و همچنان یک عده زیاد از شهروندان ما شکایت از این دارن، میگن که وقتی نهادهای حکومتی قرارداد را میتن به شرکت های خصوصی، شرکت های ساختمانی خصوصی، از اونا بازپرس باردگی صورت نمیگیره و یا کنترل وجود نداره، به دلیل از اینکه شما میبینین چقدر سنگایی که کیفیت درست نداشته اینجا استفاده شده و حداقل 6 ماه یا 1 سال وقت اثر سنگا میگذره، سنگا به شکل میشاره، سنگا دوباره مبدل به سنگچل میشه، یعنی کیفیت مواد خیلی زیاد ضعیف است، سمنت کمتر استفاده میکنن، مخلوط میکنن و به این شکل مجبور میشه اداره ها و یا امو جاده های ما دوباره امو نمود
نمود و مقبولی که داشته دوباره از دست میتن. خب یکی از دهلیزهای زیرزمینی و یک دهلیز دیگه شما برتان نشان میتم. نیاز نیست که من اینجا نشان بتم، در گل صبح حواستان پرت بسادم، مگر اینجا را که بغل وزارت اطلاعات و فرهنگ است به خاطر رفع حاجت مردم استفاده کردن و ببینن که چقدر موقعیت اساسی هم هست اینجا. سمنت های از اینجا هم تازه است، شما ببینید سمنت های اینجا همچنان تازه است که کاشی ها را روز گذشته معلوم میشه که نصب کردن، یعنی معلوم میشه که در چندین دلیزه که مهاد شده وصل شده به زیرزمینی کابل تمامش کاشیکاری شده، دیوارایش حتی داخلایش هم معلوم میشه که کاشیکاری شده، صرف نوبت زینه ها باقی مانده که زینه ها را همچنان اینا کاشی بگیرن و دوباره مورد استفاده مردم قرار بگیرن. ساعت چند کارتان شروع میشه؟ یک موتر شانم اونجا شما شاروالی میرین، اینجا کار چند بجا شروع میشه؟ با کارگرایش معلومه؟ کارگرا یک تعدادشان میگن در دهلیز دیگه کار میکنن. گزارش ما بود در رابطه با بازسازی یا نوسازی زیرزمینی کابل و من فکر میکنم آنچه شما در لابلای از گزارش دیدین و من براتون گفتم اندک خاطرتان جمع شده، به دلیل از اینکه نگران نباشن که زیرزمینی به مخروبه مبدل شده و کار جریان نداره و به می شکل رهایش میکنن و الهایش میتن مثل بعض جاهای دیگه که نیمکاره میمانن و میمانن. و همچنان ناگفتن امانه در اخیر گزارش باید یادآور شوم، خاطر نشان بسادم بر شما دوستان ارجمند، آبی که گفته میشه از پغمان وصل میشه به سر تپه بی محرو، سر تپه وزیر اکبرخان و در اونجا ذخیره ساخته میشه و امی آب پغمان به سمت خیرخانه و سمت های شهرنه و سمت های قلعه فتولا وصل میشه در نلها برای مردم. حدوداً یک متر یا زیادتر از یک متر سرکایی که چقدر هزینه شده او سرکا بریده شده و جایش را کندن به شکل که از اونجا نل بگذره و جایش را به مشکل مخروبه رها کردن. در این رابطه مردم خیلی زیاد شکایت دارن و روزهای بعدی میاییم همچنان در او رابطه گزارش تهیه میکنیم و اصل موضوع را میپرسیم که بالاخره موضوع از چه قرار است. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده ما بودین. خدا نگهدار. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.